کتاب تحار جلد سوم تعریف آقای خمینی است بنیانگذار حکومت ایران در صفحه 457 حالا در چاپ شاید صفحه فرق بکنه در مورد تحارت ناسب والخارج دنیا و خارج غرض دنیوی و نحوهی اما در اینجا میگه که اما دیگر توایف من ترجمه فارسیش رو براتون میخونم نقاط مهمش رو براتون با ناس عربیشم میخوانم که متوجه بشید اما دیگر گروه ها و ناسبی ها بلکه خوارج دلیلی برای نجاست آنها نیست نجاست ظاهریشون و در حالی که آنها عذاب شدیدتری دارن از کفار و اگر کسی خارج شود بر سلطان امیر المؤمنین نه به عنوان تدیان بلکه به خاطر مخالفت با او در ملکش یا به خاطر مسئله دیگر ماننده کل آیشه و زبیر و طلحه و معاویه و هم مانند عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و مانند آنها او نسبت عهد عداوته له او اهد من علمه یا که با یکی از آنها با یا با ائمه دشمنی داشته باشد نه به با عنوان تدیم بلکه به خاطر اعداوات قریش یا بنی هاشم یا عرب یا به خاطر اینکه قاتل فرزندش یا پدرش هست یا غیر از اینها ظاهرا نجس نیستن و این کانو اخبس من الکلاب و الخنازیر ظاهرا نجس نیستن ولی خبیستر هستن از سگها و خوکها این مطلب در کتاب خمینی است امیر خمینی که داد میزد که آهای بیای دفته وحدت است وحدت شیعه و سنی است این مطلب در کتاب خود آقای خمینی وجود دارد